سلام دوستان، خیلی خوش اومدین. باقری هستم، مدرس زبان کره ای دارای مدرک تاپیک از سفارت کره جنوبی در ایران. قرار بهتون گرامر مقدماتی زبان کره ای رو از مجموعه درس های فرادرس آموزش بدم. درس اول ما در مورد سامت های پایانی هستش. این سامت های پایانی در زبان کره ای بهشون میگن پچیم. پچیم. پچیم ها یکی از مهمترین و پرکاربردترین بخش ها در گرامر زبان کره‌ایه، تا جایی که بیش از 60% گرامر زبان کره‌ای تقسیم میشه روی این سامت های پایانی یا همون پچیم ها. پچیم ها به دو دسته با پچیم ها یا پچیم دارها و بدون پچیم ها تقسیم میشن. با پچیم ها زمانی که یک حرف یا دو حرف در پایین کلمه قرار بگیره میگیم با پچیم. مانند تیتا بورام. نکته اول دوستان، تیتا، تیتا فعل هستش، فعل ما. زمانی که میخواییم با پچیم ها رو تبدیل کنیم، مصدر حذف میشه و ریشه فعل میمونه. ریشه فعل ما با پچیم هستش. حرف د یا حرف ت در پایین این کلمه قرار گرفته. تیتا، این حرف در زبان کره‌ای هم صدای د میده هم صدای ت. حرف بعدی پورام. پورام، پورام اسم هستش. در قسمت اول این کلمه ممکنه هیچ حرفی وجود نداشته باشه، اما در قسمت آخر این کلمه دقت کنید که حتما باید حرف سومی در پایین این بخش بیاد. پورام یعنی آجیل. تیتا شنیدن. حرف میم در قسمت آخر این کلمه اومده. این کلمه اسم هستش و این کلمه رو با پچیم کرده. ماگدا خوردن. ماگدا فعل هستش. طبق قاعده ما مصدر حذف میشه و ریشه فعل میمونه ماگ. چک اسم. چک یعنی کتاب. ایگدا. ایگدا حرف ال و حرف گاف در پایین این کلمه اومدن و حرف دک حذف میشه. شما باید برای فعلها آخرین قسمت اون کلمه رو نگاه کنید. کابانگ. کابانگ. کابانگ در قسمت اولش هیچ حرف سومی قرار نگرفته، ولی در قسمت آخرش حرف انگ اومده. نکته دیگه، همیشه به این صورت نیست. گاهی کلمات داریم که هم در قسمت اول هم در قسمت آخر پچیم دارن. پس حرف گاف، حرف ال، حرف گاف، حرف میم، حرف گاف و حرف انگ در پایین این کلمات اومدن و این کلمات رو با پچیم کردن. بدون پچیم ها، زمانی که هیچ حرفی در پایین کلمه قرار نگیره بهشون میگیم بدون پچیم. مانند هودو، تگ. هودو یعنی گردو، چگه مروارید. دقت کنید هودو در پایین این کلمه حرف سومی نیامده، پس این کلمه بدون پچیم هستش. چگه دوباره در پایین این کلمه هیچ حرف سومی نیامده، مستقیم رفته و در پایینش هیچ کلمه ای نیامده. این کلمه بدون پچیم هستش. کدا. کدا فعل رفتن هستش. طبق قاعده ده حذف میشه و حرف که ریشه فعل ما هستش. در پایین که هیچ حرف دیگه قرار نگرفته و این کلمه بدون پچیم هستش. او ده فعل آمدن هستش. ده حذف میشه. او در پایین کلمه او هیچ حرف دیگه قرار نگرفته و این کلمه بدون پچیم هستش. یوکی اسم شخص هستش. پودا فعل دیدن هستش. ده که حذف بشه، پو رو نگاه کنین، زیرش هیچ حرف دیگه‌ای نیامده، پس این کلمه بدون پچیم هستش. سلام دوستان، درس دوم هستیم از فصل اول. ساخت جمله. مونتانگ مندلگی. مونتانگ جمله، مندلگی ساخت. ساختار جمله در زبان کره‌ای هم مانند فارسیه، اما کل ساختارش نه. به طور مثال در زبان کره‌ای جای موصوف و صفت نسبت به ایران فرق داره. فاعل به علاوه اسم، متمم، مفعول یا هر چیز دیگه‌ای که در بین
فاعل و مفعول قرار میگیره میتونه بیاد. فاعل به علاوه فعل. شوا یعنی فاعل، تونسا یعنی فعل. به طور مثال چانن سانسینیم ایمنیدا، چانن سانسینیم ایمنیدا، من معلم هستم. چانن میشه چوا، سانسینیم اسم و تونسا میشه فعل ما. ساخت جمله در زبان کره. ما در زبان کره برای ساخت جمله از دو حالت ایمنیدا و سیمنیدا استفاده میکنیم. ایمنیدا و سیمنیدا دو حالت خیلی رسمی هستند در زبان کره که در حال حاضر ما زمان حال رو میخونیم. ایمنیدا و سیمنیدا. چرا میگم ایمنیدا و سیمنیدا؟ این حرف حرف ب و پ هستش. نکته ای وجود داره، زمانی که حرف ب قبل از حرف نون و میم بیاد صدای میم میده. ایمنیدا برای بیان اسم شخص، مکان و بیان شغل استفاده میشه. طور مثال چانن سانسینیم ایمنیدا، من معلم هستم. چانن مریم ایمنیدا، من مریم هستم. نکته ای که در مورد ایمنیدا وجود داره، ایمنیدا برای فعل هایی که بدون پچیم هستن استفاده میشن و نکته جالب ترش این هستش که ایمنیدا برای تمامی اسم هایی که با پچیم و بدون پچیم باشن استفاده میشن. هر کلمه ای که اسم باشه، اگه پچیم داشته باشه، اگه پچیم نداشته باشه، ما از این ایمنیدا استفاده میکنیم. ایمنیدا و سیمنیدا. ایمنیدا معنای هستم، هستی، هست، هستیم، هستید، هستند، هستم. و این کلمه خوشبختانه ما در زبان کره‌ای صرف فعل نداریم و استفاده برای تمامی شناسه ها یکی هستش، ایمنیدا و سیمنیدا. قبل از اون جمله شما باید از شناسه استفاده کنید. دسته اولمون ایمنیدا و ایمنیگا. ایمنیدا و ایمنیگا. ایمنیدا برای اسم هایی که با پچیم و بدون پچیم باشن ما از این ایمنیدا و ایمنیگا میتونیم استفاده کنیم. چک به علاوه ایمنیدا میشه چک ایمنیدا. چک پایینش حرف گ وجود داره، این کلمه با پچیمه. چک. نکته ای که دوستان دارم میگم این هستش که برای اسم ما ایمنیدا رو کامل می نویسیم، ولی برای فعل حرف انگ و حرف ای حذف میشن. حرف انگ و حرف ای حذف میشن. کدا فعلی که بدون پچیمه، ما براش از ایمنیدا یا ایمنیگا استفاده میکنیم. کدا به علاوه ایمنیدا میشه کمنیدا. حرف انگ و حرف ای برای فعل ها حذف میشن. حرف ب میاد زیر حرف ک قرار میگیره. کمنیدا، کمنیدا، میروم. چک ایمنیدا کتاب هست. حالت سوالیه. ایمنیدا میشه ایمنیگا. ایمنیدا حالت خبری و حالت جوابی هستش. ایمنیگا حالت پرسشی یا همون خبری هستش. به طور مثال سانسینیم ایمنیگا، آیا معلم هستی؟ نه سانسینیم ایمنیدا، بله معلم هستم. مثالای بیشتر. آیگا چمنیدا، آیگا چمنیدا. این گای که اینجا اومده گرامری هستش که در درس سوم میخونیم. ای یعنی بچه. فعل چدا معنای خوابیدنه. چمنیدا، چدا بالاوی ایمنیدا میشه چمنیدا. آیگا چمنیدا، بچه میخوابد. جیمز شیگا کپیرل ماشیم نیدا. جیمز شیگا کپیرل ماشیم نیدا. آقای جیمز قهوه را می نوشد. فعل مشیده برای نوشیدن استفاده میشه. مگده برای خوردن. مشیده. ده از این کلمه حذف میشه. ده مصدر ما هستش. کلمه مشیده پچیم نداره. ما از ایمنیده استفاده میکنیم. میشه مشیم نیده.
چانن سانسینیم ایمنیدا. سانسینیم اسم هستش. ما ایمنیدا رو کامل میاریم. چانن سانسینیم ایمنیدا. من معلم هستم. دسته دوم ما در مورد سیمنیدا و سیمنیگا هستش. حالت سوالی سیمنیدا میشه سیمنیگا. دقیقا مثل همون ایمنیدا و ایمنیگا. سیمنیدا، سیمنیگا. سیمنیدا و سیمنیگا فقط برای فعل هایی که با پتیم هستن استفاده میشن. فقط برای فعل استفاده میشن. اونم فعل هایی که با پچیم باشن. مانند ماگدا. ماگدا به علاوه سیمنیده میشه ماکسیمنیده. ده حذف میشه. ریشه فعل ما ماگ میمونه. ماگ به علاوه سیمنیده میشه ماکسیمنیده. خوردن. چانن امشیگر ماکسیمنیده. من غذا را میخورم. چانن امشیگل مکسیم نیدا. دسته دوممون من سیم نیدا و سیم نیگا حالت سالیش رو بیان می کنیم. سیم نیگا مگدا به علاوه سیم نیگا میشه مکسیم نیگا. ده طبق معمول باید یاد بگیرین که ده برای تبدیل حذف میشه. ریشه فعلمون ماگ هستش و علاوه سیمنیگا میشه ماکسیمنیگا. آیا میخوری؟ ماکسیمنیگا. آیا میخوری؟ میشه شی. کیم بابر ماکسیمنیگا؟ نه ماکسیمنیدا. خانوم میشل آیا کیمباب رو میخوری؟ آیا داری کیمباب میخوری؟ ماکسیمنیگا. و ازش سوال میپرسه. نه ماکسیمنیدا. بله میخورم. نمیتونیم مقدع رو تنها بیاریم. حتما باید از سیمنیده استفاده کنیم. درس سوم ما دو قسمت داره. قسمت اول گرامر تعیین کننده فاعل هستش. در زبان کره‌ای ما گرامر تعیین کننده فاعل داریم که توی زبان فارسی ما این گرامر رو نداریم. نن و ان. نن و ان. نن و ان. شما با پچیم ها و بدون پچیم ها رو خوندین و من بهتون گفتم که بیش از 60% گرامر زبان کره‌ای تقسیم میشه روی با پچیم ها و بدون پچیم ها. نن برای بدون پچیم ها استفاده میشه و ان برای با پچیم ها استفاده میشه. این گرامر در حال حاضر برای اسم استفاده میشه. طرز استفاده این گرامر ان و نن یکم زیاد هستش، اما در حال حاضر شما باید اون قسمتش رو یاد بگیرید. این گرامر یک، تأکید بر اینکه من موضوع بحث هستم یا فاعل من هستم. من فاعل هستم، کسی که صحبت میکنه، کسی که یک کاری رو انجام میده. ممکنه فاعل عوض بشه، شناسه ما تغییر کنه و فاعلمون عوض بشه، اما ما باز هم از این گرامر نن و ان استفاده میکنیم. نکته دیگه ای که در مورد این گرامر اینجا بهتون میگم، این گرامر نن و ان برای بیان مقایسه هم استفاده میشه. برای بیان مقایسه استفاده میشه. به طور مثال من در مقایسه با خواهرم عینک میزنم. من در مقایسه با برادرم از عینک استفاده نمی کنم. کمتر استفاده میکنم. با پچیم ها و بدون پچیم ها. با پچیم ها. نکته ای که میخوام بهتون بگم دوستان همین اول را. گرامرهایی که این علامت انگ رو دارن، این علامت صفر رو بدونیم که برای با پچیم ها ازش استفاده میشه. کابانگ به علاوه ان میشه کابانگن. کابانگن. کابانگ یعنی کوله پشتی. به علاوه ان میشه کابانگن. دقت کنید به هیچ عنوان معنای این کلمه عوض نمیشه. این گرامر ان فقط آورده میشه، فقط نوشته میشه، تلفظ میشه، ولی اصلا معنایی به جمله ما اضافه نمیکنه. فقط مشخص میکنه من فاعل هستم. ایرم به علاوه ان میشه ایرمن. ایرم اسمه، معناش هم معنای اسمه. به علاوه ان میشه ایرمن. حالا مثال میزنیم. ندانینن ته حق سنگیم نیدا. ندانینن ته حق سنگیم نیدا. نازنین دانشجو هست. نازنین دانشجو هست. چه کسی دانشجوه؟ نازنین.
نازنینن، نمیتونین این ان رو حذفش کنین و بگین نازنین ته هکسنگیم نیدا. در زبان کره‌ای شما این گرامر رو حتما میشنوین، یا این گرامر یا گرامر مشابه این رو میشنوین. نازنینن ته هکسنگیم نیدا، نازنینن ته هکسنگیم نیدا. نازنین دانشجو هست، حتما از این ان استفاده کنین. نانن آن کیونگل سیمنیدا، کیونگن آن کیونگل آن سیمنیدا. نانن آن کیونگل سیمنیدا، کیونگن آن کیونگل آن سیمنیدا. من عینک رو استفاده میکنم، برادرم عینک رو استفاده نمیکنه. اینجا داریم بیان مقایسه رو بیان میکنیم. من در مقایسه با برادرم عینک رو استفاده میکنم. نانن نا یعنی من، شکل دیگه ای از چا هستش، شکل دیگه ای از من هستش. به علاوه نن شده، من اینجا پچیم ندارم. درست اینجا پچیم ندارم، ولی این یک مثاله که اینجا براتون آوردم. نانن انکوگل سیمنیدا، هیونگن هیونگ برادر من هستش، پچیم داره و من از ان استفاده کردم. برای بدون پچیم ها نن چا به علاوه نن میشه چانن. چا یعنی من به علاوه نن، چانن. هیچ فرقی جمله ما نمی کنه، معنا تغییر پیدا نمی کنه. پسا به علاوه نن میشه پسانن، پسانن شرکت. سوجین شینن هکسنگیم نیدا، سوجین شینن هکسنگیم نیدا. خانوم سوجین دانش آموز هست. سوجین اسم هستش. شی هم برای آقا و هم برای خانم استفاده میشه، یعنی هم معنای آقا میده هم معنای خانم. این شی، آیا ما میتونیم نن رو بچسبونیم به سوجین و بعد شی رو بیاریم بگیم سوجینن شی هکسنگیم نیده؟ اشتباهه. اصلا از این ساختار استفاده نکنین. سوجینن شی هکسنگیم نیده، این اشتباهه. اگر که شی رو بردارین کلن استفاده نکنین، میتونین بگین سوجینن هکسنگیم نیدا. ولی چون اینجا ما از شی استفاده کردیم، شما نمیتونین این نن رو بچسبونین به سوجین. نانن یه بایا، سارانن ان یه بایا. من خوشگلم، سارا خوشگل نیست. اینم برای بیان مقایسه استفاده میشه. نانن یه بایا، سارانن ان یه بایا. نه بدون پچیمه، سارا هم بدون پچیمه. قسمت دوم گرامر تعیین کننده فاعل، اسم ای گا. این ای و گا علاوه اسم میشن. ای و گا بهتون گفتم دقت کنید یه سر نخ. اون گرامری که اینگ داره بدونین برای با پچیم ها استفاده میشه، گا برای بدون پچیم ها استفاده میشه. طرز استفاده این گرامرها، گرامر ای و گا و گرامر ان و نن که در اسلاید قبل خوندیم، سلیقه‌ای هستش. بدون پچیم ها گا، یا ممکنه کا هم شنیده باشین. آمانی گا کمنی دا، مادر می رود. آمانی مادر به علاوه گا میشه آمانی گا، به علاوه کدا میشه کمنیدا. آمانی گا کمنیدا. که به علاوه امنیدا شد. بدون پچیم و با پچیم ها رو که یاد بگیرین، خیلی راحت میتونین از گرامرها استفاده کنین. آنی گا کاسو امنیدا. خواهرم خواننده است. چه کسی خواننده است؟ خواهرم. آنی به علاوه گا میشه آنی گا. به هیچ عنوان نمیتونیم گا رو حذف کنیم و بگیم آنی کاسویم نیدا، جمله ما ناقصه. آنی گا کاسویم نیدا. آیا میتونم به جای گا از نن استفاده کنم و بگم آنی نن کاسویم نیدا؟ بله درسته. شکه گا استیم نیدا، شکه گا استیم نیدا. ساعت وجود دارد. شکه یعنی ساعت. به علاوه گا اینجا ما پچیم نداریم، از گا استفاده میکنیم. شکه گا استیم نیدا، ساعت وجود دارد. میتونیم به جای گا از نن استفاده کنیم و بگیم شکنن استیم نیدا. برای با پچیم ها از ای استفاده میکنیم. هکسنگی امنیدا، دانش آموز می آید. چه کسی می آید؟ دانش آموز می آید. هکسنگ به علاوه ای شده. ما میتونیم اینجا به جای ای از
ان استفاده کنیم و بگیم هاکسنگن امنیدا. معلم میبیند. سانسینی میپومنیدا. سانسینی به علاوه ای به علاوه فعل پودا به علاوه امنیدا شده. سانسینی میپومنیدا. میتونم اینجا به جای ای از ان استفاده کنم. سانسینی من پومنیدا چانن. تونی استیمنیدا. من پول دارم. چا. اینجا ما پچیم نداریم از نن استفاده میکنیم. تون اینجا پچیم داریم از ای استفاده کرده. هیچ فرقی نداره. نکته ای که ممکنه براتون سوال باشه که چرا اینجا از نن استفاده کرد و اینجا از ای استفاده کرد. چرا اینجا به طور مثال از ان استفاده نکرد. بگه چانن تونن استیم نیده. یکم به جمله نمیخوره. گاهی برای اینکه جمله مون قشنگ تر بشه میتونیم این ای، ان، نن و گا رو جا به جا استفاده کنیم. آمانی گا کم نیده، آمانی نن کم نیده. آنی گا کاسویم نیده، آنی نن کاسویم نیده. شکه گا استیم نیده، شکه نن استیم نیده. هکسنگی ام نیده، هکسنگن ام نیده. سانسینیمی پوم نیده، سانسینیمن پوم نیده. چانن تونی استیم نیده. دقت کنید برای این جمله آخر ما نمیتونیم بگیم چانن تونن استیم نیده. شاید از نظر گرامری درست باشه ولی از نظر تلفظ و اون ساختاری که حالا کره‌ای‌ها خیلی رایجه و استفاده میکنن جمله قشنگ نیست. چانن تونن استیم نیده. تلفظ جمله ما قشنگ به نظر نمیرسه. ولی وقتی میگیم چانن تونی استیم نیده جمله ما قشنگ تر میشه.